وای چقدر اگه کوی تربت و توی تو شد سگ در درگاه. اونایی که فکر کنم داشتن من فکر کنم زامبی هم چنگ میزدن همین مردمی بودن که اصلا دیدین به زریح و اینا چنگ میزنن. بچه سلام، من لنا هستم و خیلی خوش اومدین یک ویدیو دیگه توی کانال من. امروز قراره بالاخره دوباره به شاهین نجفی عزیز ریاکشن برم و امروز ترکی که بچه ها خیلی خواستن، ترک در واقع نه موزیک ویدیوی زهراب هستش. بریم و بیایم تا ویدیوی امروزمون رو شروع کنیم. شو بخواین یکی از بچه ها توی کامنت ها خیلی اصرار کرده بود که به سوختم ریاکشن برم، بعد بچه های دیگه اومده بودن هی نوشته بودن نه سوختم خوب نیست، نمیدونم رادیکال اون یکی خوب نیست، زهرابی. خلاصه دیدم که اینقدر که تفاوت نظرها زیاد بود رو کاغذ نوشتمشون و هم زدم قرعه کشی کردم این آهنگ زهراب در اومد. همینجا ازتون میخوام بین رادیکال سوختم با نگفتمت نرو بین این سه تا یه دونه رو انتخاب بکنید و توی کامنت ها برای من بنویسید. بچه ها همش رو ننویسید، یه دونه بنویسید که من بتونم بشمرم ببینم کدومش بهتره و بیشتر طرفدار داره. خب بریم که ریاکشن امروزمون رو شروع بکنیم و قبل از اون ممنونتون میشم اگر کانال منو سابسکرایب نکردید کانال منو سابسکرایب کنید، برام کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون بمونه و اینکه زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن ویدیوی بعدی من برای شما حتما زودتر برسه. اگر ویدیو رو دوست داشتین اونو با دوستاتون شیر کنید و یا اینکه اون رو لایک بکنید. خب بریم ویدیوی امروزمون رو شروع کنیم. خیلی من شاهین نجفی رو دوست دارم و واقعا همیشه از ترکاش خیلی خوش آمده. آخرین ریاکشنی که به شاهین داشتیم ترک پدر بود که من برای شما بالای اینجا میذارم و اونجا خیلی حال من بد شد، واقعا مفهوم قشنگی داشت. بچه راستی در مورد پدر من داستانش رو از بچه ها شنیدم، میخوام یه ویدیو بسازم در مورد داستانش که بر اساس واقعیت بود و یه فیلمی که من دیدم که تقریبا میشه گفت همین موضوع رو داشت و میخوام این دوتا رو با هم دیگه توضیح بدم یا مقایسه داشته باشم بینشون. اگر دوست دارید همچین ویدیویی رو بسازم حتما این هم توی کامنت من بگید. شروع میکنیم. چیه اینجا؟ با اینا چه شبیه زامبیان؟ نه؟ چه اینجوریه؟ پارادوکسیکال در عصر ابتذال با یک ملت خوشحال فدای تو یا زهرا. واو چقدر خوب بود. پارادوکسی که میدونید یعنی چون چیزی که با هم تضاد داره، در واقع همینه. توی خیلی از اتفاقاتی که تو جامعه میفته مردم یه چیزی میگن ولی خب واقعیتش یه چیز دیگه است. ادای آدمای مذهبی رو در میارن اما میرن حق دیگران رو میخورن. چقدر قشنگ گفت، خیلی خوش آمد. چقدر شعرهای شاهین نجفی تأثیر گذاره. وای بعد اونجاش هم گفت فدای تو یا بذارید بگه دوباره فدای تو یا زهرا. اولا که زهراب زهریه که توش تو آب میریزن میشه زهراب، مثلا میدونی که میخوره و اینکه زهرا رو با اون یه جوری با هم دیگه انگار تناسب پیدا کرده تو تلفظش. چقدر باحال بود و داره دقیقا از دین و ایمان های پوشالی میگه یا حالا آدم هایی که اصلا به انسانیت اهمیت نمیدن و فقط دنبال اون دینن. ملت خوشحال کل پاش بادار گشت بادار افتار سلفی و کودک کار سلفی با کودک کار یا زهرا. زمی های بازاری تنفس اجباری کارگر انتحاری فدای تو یا زهرا. همه مشکلات جامعه رو بی خیال ولی من فدای تو یاد.
چقدر خوب بود، چقدر قشنگ. 100,000 تا مفهوم داره این شعر، خیلی قشنگ بود. دینداری افراطی رو داره نشون میده. فاشیسم آمریکایی، اسپرم آریایی، عرق به جای چای، فدای تو یا زهرا، فدای تو یا زهرا، فدای تو زندگی یا. اون یکی قبلیه که گفتش کسی هایی کسی هست که خودفروشی میکنن آریایی هن ولی فاشیست ها میکنی یا زهرا، فدای تو زندگی یا وجود و عمر و جان. وای چقدر اگه توی تربت و توی تو سگ در درگاه. اونایی که فکر کنم داشتن من فکر میکنم زامبی هم چنگ میزدن همین مردمی بودن که اصلا دیدین به زریح و اینا چنگ میزنن و اصلا براشون مهم نیستش، اصلا یکی دیگه زیر دست و پاشون داره له میشه. این چه اعتقادیه واقعا به نظر من. شعور ما همه کس ما توی توست، همه سیاست تو زندگی و بدار و نبود. سیاست به نظر من کلن باید از دین جدا بشه و اینکه وقتی که این دوتا با هم قاطی میشن تمام مشکلات ایران به وجود اومده و خیلی از آدم هایی که شاید واقعا هم آدم های معتقدی بودن انقدر که آدم های دروع اینجوری دیدن هر چیزی هم که داشتن و نداشتن تو تفکرشون از دست دادن. وای چقدر درد داره این موزیک. خالی بود انگار میگه زهرا زهرا ولی میگه زهرا. اگه اسمش رو میدیدم میگفتم میگه زهرا. روش با چفیه یه رهبر سکس توی حرم متحر. من خبر اینو که گفت شنیده بودم توی حرم متحر و خیلی واقعا بودم باید بی اعتقاد باشه در من فکر کنم جایی که فکر باید مقدس در این جایی مثلا دنیا است و بریم. وای دقیقا آدم هایی رو میگه که ظاهر دارن و باطن میچی. سکس توی حرم متحر، مجلس شورای انتر، فدای تو یا زهرا، فوتبالیست سیاسی، هنری یعنی آغازی، دل و فسان آسی، هنر یعنی آغازی. همه هنرمنده رو برد زیر سا، یعنی فقط اونه که از شادی سنگ بوده دل و فسان آسی، فدای تو یا زهرا، باوشه انقلابی، روشن فکر غلابی، دموکراسی با زور لابی، فدای تو دموکراسی با زور لابی. بچه تصویر اصلا تغییر نمی کنه، لوکیشن یه جا ثابت یه جا، انگاری به نظر من تصویر اون کسی که اونجاست انگاری مثلا یه شخصیت مذهبیه به نظر من و این طرفش آدم هایی هن که ظاهر نما هستن، اونه که دور اونجا وایستادن، ولی راستش خیلی متوجه نمیشم حرکاتشون. اینا یک سینه میزن و دختره میاد اونجا بوس میکنه، مثلا دختره اومد جلو و توی اصلا یه همچین جای مقدس اینا دارن همچین کاری میکنن به قول خودشون. از با شار چقدر معنیش قوی.
میدونی آخر سمادم دوربینو جلوشو گرفتم، به نظر من اینکه حرکاتشون شبیه زامبیا بود خودش که مفهوم داشت. زامبی ها توی حالا فیلم های چیزایی که دیدیم کسایی هستن که فکر ندارن، مغز ندارن، ولی جسمشون هنوز زنده است، جسمشون حرکت میکنه، شون که همدیگر رو بخوردن و حالا شاید اون نیازهای جسمانیشون رو برطرف میکنن. و این الان دقیقا به نظر من همین رو داشت میگفت، آدم هایی که حرکاتش رو به خاطر همین شبیه زامبی درست کرده بودش، آدم هایی که فکر ندارن و همینطور الکی خودشون رو یه چیز دیگه نشون میدن، دنبال یه هدفی میرن بدون اینکه اون هدف اصلا درست باشه، مثل آدم های ظاهر نما. دیدین زامبی ها چجوری هن؟ گله یه هوی میرن میریزن یه جا. و فکر میکنم که همینش هم خیلی مفهوم داشت. من اولش متوجه نشدم که چرا اینو حرکت کردم، همون اولی تو زامبی افتادم، نمیدونم شاید اون تصور من اشتباه باشه، ولی همچین حسی که به من داد رو من برای شما توضیح دادم. امیدوارم که تصورم درست باشه و اگر شما فکر کنید که اشتباهه برای من تو کامنتاتون حتما بنویسید که مفهوم موزیک ویدیو به نظر شما چی بود. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. یکی دیگه از شاهکار شاهین ندفی رو با هم دیگه گوش کردیم و خیلی هنوز برای من سواله اون ترکایی که پس من از شاهین شنیده بودم کدوما بوده. من قبلا دارم دانشگاه چند تاشون رو گوش کردم، یعنی خیلی خیلی هر روز بچه ها تو دانشگاه پلی میکردم، ولی الان هرچی ترک بچه ها به من پیشنهاد میدن یا موزیک ویدیو میشنم من تا الان ندیدم اون قدیمیاش پس کدوم بودم. نمیدونم، یه شاید من خیلی حافظم ضعیفه، اینا رو یوی هم یادم میره. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید بچه ها. ممنونم از پیشنهادهای خوبتون بین ستا ترک رادیکال، سوختم و اون یکی چی بود؟ دوباره یادم رفت. سه تا دونه اول ویدیو گفتم که سومش رو بازم یادم نمیاد. بین اون سه تا یه دونه رو به من پیشنهاد بدید. اگر اول ویدیو یادتونه که من چی گفتم، حافظه ما شبیه جلبک میمونه، امکان نداره یه جمله رو الان بگم 5 دقیقه دیگه یادم باشه چی گفتم. مرسی بچه‌ها، امیدوارم هر جای دنیا که هستین شاد، سالم، سلامت و موفق باشید و شما هیچ وقت دنبال عقاید کورکورانه نرید. اگر اعتقادی دارید بهش فکر بکنید و به اون اعتقاد پایبند باشید، یه اعتقاد درست رو بذارید و بر اون اساس زندگیتون رو ادامه بدید. حالا من نمیدونم میخواد هر دینی که باشه، مهم انسانیت آدم هست. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه.